خود ارزشمندی در زبان روانشناسی ازش به سلف استیم یا سلف ورث تعبیر میشه، معمولا تعبیر انگلیسیش این هست. البته این کلمات و کلمات دیگه که برای همین مفهوم به کار میرن کم و بیش دارای تفاوت ها و همپوشانی هایی هستن، ولی به هر صورت ما حالا به همین اکتفا میکنیم که از همین تعبیر سلف استیم استفاده بکنیم. و تعریف سلف استیم یا خود ارزشمندی یا حالا عزت نفس ترجمه کردن، کرامت نفس ترجمه کردن، عرض میکنم با یه سری حالا تفاوت ها و همپوشانی هایی، ولی به هر صورت تعریف خود ارزشمندی اون جوهره اصلی این مفهوم عبارت است از اینکه یک انسان برای خودش یک جایگاه و یک ارزش و یک کرامتی قائل باشه که طبق این نگاه خودش رو موجود قابل احترامی بدونه، خودش رو موجود قابل توجهی بدونه، خودش رو موجود عزیزی بدونه و برای خودش شأن و قدر و منزلت قائل باشه. در واقع خود رو زیبا بدونه، خود رو لایق و شایسته بدونه و خود رو قابل توجه بدونه. خود ارزشمندی یا سلف استیم در کنار یک مفهوم دیگه به اسم کانفیدنس که به اعتماد به نفس در واقع ترجمه کردم، احتمالا ترجمه خیلی دقیقی هم نیست ولی بازم حالا مسامحتا استفاده میکنیم، این دوتا یعنی سلف استیم و کانفیدنس یا سلف کانفیدنس گفته میشه که اساس سلامت روان و رفتار انسان رو تشکیل میدن. به عبارت دیگه انسان به میزانی که دارای خود ارزشمندی و خود توانایی یا خود توانابینی یا همون اعتماد به نفس سالمی هست، کاملی هست، بهتری هست، به همون میزان از سلامت روان و رابطه و رفتار بیشتری برخورداره. و به میزانی که خود ارزشمندی و خود توانایی انسان آسیب ببینه، انسان مستعد دچار شدگی به انواع مشکلات عاطفی و ارتباطی و روانی و رفتاری میشه. به عبارت دیگه شما تقریبا در اگر نگیم در همه ولی در اکثریت مشکلات عاطفی، رفتاری و غیره که جنبه های روانشناختی و رفتاری دارن، کم یا زیاد رد پای خودکهتری و خودناتوانبینی رو میبینید. من اگه بخوام یکی دو تا مثال خیلی گذرا بزنم و رد بشم، مثلا فرض فرمایید که ما معمولا در مشکل اضطراب، انواع و اقسام اضطراب، یک تصوری از ناتوانی خود در برابر چالش های بیرونی رو داریم. یعنی انسان به این علت دچار اضطراب میشه که به درست یا به نادرست، حالا به هر صورت، تصور میکنه که در برابر یک چالشی که در برابرش قرار داره توانایی کافی برای مقابله نداره. اینجاست که انسان دچار هراس و اضطراب میشه. خب اگر انسان احساس توانایی بکنه دیگه معنی نداره که مضطرب بشه یا بترسه یا پریشان بشه. همینطور انسان زمانی دوچار دپرشن یا افسردگی بر فرض مثال میشه که احساس کنه که موجود توانمندی نیست، موجود احتمالاً ارزشمندی نیست و در نتیجه دوچار یک جور احساس بیارزشی در زندگی یا نسبت به خود یا نسبت به جایگاه خود بشه و طبیعتاً اینها روی اون نگاهش به خودش و روی احساسش و عواطفش اثر میذاره و میتونه او رو مستعد مشکلاتی مثل افسردگی بکنه و همینطور مشکلات دیگه مثل پرخاشگری، نبود مهارت ارتباطی و چیزهای دیگه یا مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط میشن با ضعف مسئله خود ارزشمندی.